های خدا در حضورت هستیم بهر ملاقات آمدی میخواهیم دائم ما با تو بمانیم از حضورت سیراب شویم مبارک بساز ای عیسای محبوب همه ی وجود ما را ای عیسی محبوب همه وجود ما را با امید آمدیم با ایمان پذیریم محبت سماوی را تشنه ایم تشنه حضور عیسی سیراب کن روح و جان مبارک بساز ای عیسای محبوب همه وجود ما را مبارک بساز ای عیسای محبوب همه ملاقات نشویم نرویم نرویم در حضور تو میمانیم میخواهیم عیسی در ما تقدیس شوی خودت را ظاهر نمایی مبارک بساز ای عیسی محبوب همه ی وجود ما را مبارک بساز ای عیسی محبوب همه وجود ما را همه وجود ما را همه وجود با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز من کوروش باغری هستم و این رادیو آرامش امیدوارم که هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم دوستان گرامی هدف برنامه های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد عزیزان خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرادهید شنوندگان عزیز عنوان مطالعه این هفته حل مشکلات با استفاده از اصول مسیحی می باشد. دوستان در برنامه های قبل من به منشأ مشکلات انسان و بعد به یافتن راه حل از دیدگاه مسیحی پرداختم. چنانچه شما مایلید آن برنامه ها را گوش کنید لطفاً به وبسایت ما radioaramesh.org مراجعه بفرمایید و در قسمت برنامه های رادیویی به این تعالیم گوش فرا دهید. دوستان قبل از شروع مطالعه و صحبت در مورد حل مشکلات با استفاده از اصول مسیحی شما را تشویق می کنم تا چنانچه براتون مقدور می باشه، قلم و دفتری در دسترس داشته باشی تا آدرس آیات و نکات کلیدی را که در طول این مطالعه به سمع شما میرسونم یادداشت بفرمایید عزیزان قبل از مطالعه با هم دعا کنیم خداوندا به حضور تو میاییم و تو را شکر میکنیم خداوندا تو را شکر کنیم به خاطر کلام حیات بخشت پدر جان از تو می طلبیم تا در طول شنیدن این برنامه با روح مقدست به ما حکمت بدی تا مفهوم کلامت را و آنچه که امروز می خواهی با ما به طور شخصا در میان بگذاری بفهمیم و به طور کامل آنگونه که خواست توست در کنیم. این دعا را در نام عیسی مسیح به حضور تو می آورم. آمین. خب عزیزان عنوان مطالعه ما همون گونه که عرض شد حل مشکلات با استفاده از اصول مسیحی می باشه پولس رسول در آیه ششم و هفتم در فصل اول نامه خودش به کلیسای فیلیپی می نویسه اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نمود شما را یاری خواهد داد تا در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد پولس در آیه هفتم میفرماید این طبیعی است که درباره شما چنین احساسی داشته باشم چون همه شما در دل من جای دارید چه زمانی که در زندان بودم و چه زمانی که آزادانه در میان شما به سر می بردم. به اتفاق هم از حقیقت دفاع می کردیم و خبر نجات مسیح را به گوش مردم می رساندیم. به همین جهت همواره با هم در برکات خدا شریک بودیم. آمین. عزیزان اگه شما در زندانی اسیر بودید و به وسیله نگهبانانی مسلح احاطه شده و قادر نبودید که به میل خودتون رفت و آمد کنید مطمئنا اون موقع میگفتید که من یک مشکلی دارم شاید در اون موقع این احساس رو داشتید که راه حل مشکل شما آزاد شدن از اون زندانه پولس رسول در چنین شرایطی ابدا به زندانی بودن خودش به عنوان یک مشکل نگاه نمی کرد بلکه به آن به عنوان عمل خدا در زندگیش نگاه می کرد. عزیزان پولس زندانی بودن را یک امتیازی می دونست که به او داده شده بود تا بدین وسیله از انجیل یعنی خبر فیض و نجات بشریت حمایت کنه و اون را استحکام ببخشه پولس در طول روزهای زندانی بودن خودش به فرصتهایی توجه داشت که خدا به او داده بود تا عیسی مسیح را به زندانبانان و خادمین خدا در اون شهر معرفی کنه پولس در زندان هم خوشحال بود چون میدونست خدا حتی در اونجا نیز برای بشارت انجیل از او استفاده میکرد. شاید بهترین شیوه برخود با مشکلات این باشه که اونها را فرصتی برای بکارگیری ایمان افزایش اعتمادمون به مسیح و به تحقق رسانیدن اراده خداوند باشه دوستان وقتی شما با مسیح برای حل مشکلاتتون همکاری میکنید اون وقت ایمان شما تقویت میشه عزیزان خدا برای هر مشکلی راه حلی مخصوص و مناسب با اون را داره در این تعلیم ما به بررسی تعدادی از اصول مسیحی برای حل مشکلات میپردازیم وقتی شما از این اصول پیروی میکنید میتونید انتظار داشته باشید که خدا در زندگی شما عمل بکنه و میتونید هر مشکلی را با شادی و پیروزی پشت سر بگذارید دوستان وقتی ما با مشکلی روبرو میشیم باید صادقانه و فروتنانه به دو سوال مهم جواب بدیم. سوال اولی که باید به هنگام روبرویی با مشکلات به اون جواب بدیم اینه که آیا واقعا میخوام اراده خدا را در رابطه با این مشکل بدونم یا نه؟ و سوال دوم این که آیا زمانی که اراده خدا را فهمیدم واقعا مایل هستم تا اراده خدا را به طور کامل انجام بدم؟ اگه شما زمانی که این دو سوال رو از خودتون میپرسید نتونید با اطمینان جواب مثبت به اونها بدید اون وقت مهمترین و اولین نیاز شما اینه که مدتی را برای کسب آمادگی روحانی بگذرونید و در دعا از خداوند بخواهید به شما قدرت بده تا بتونید بگید بله خداوند من میخوام راه حلی را که تو برای مشکلات من در نظر گرفتی بفهمم و بله خداوند مایلم تا کاملا خواسته تو را در قبال این مشکلم انجام بدم دوستان مایلم در ارتباط با آمادگی روحانی خودمون در مقابل مشکلات کمی صحبت کنم آمادگی روحانی برای موفقیت در حل مشکلات عامل بسیار مهمی می باشه. مواقعی که در فشار هستیم در حقیقت زمانی که ما باید مقدار دعا و مطالعه کلام خودمون را افزایش بدیم و نه اینکه از مقدار آنها بکاهیم. حل کردن مشکلات به روش ایسای مسیح چیزی نیست که ما در لحظه بروز مشکلات بتونیم تصمیم بگیریم که اونها را انجام بدیم. شاید مشکل به صورت ناگهانی اتفاق بیفته و احتیاج به عکس های سریع داشته باشه. یک شخص مسیحی عاقل در یک حالت آمادگی روحانی با قلب و ذهنی باز نسبت به هدایت روح القدس به سر میبره. پولس رسول دستورات مفیدی را در اول تسالونیکیان باب پنجم آیات 16 تا 18 به ما آموخته پولس رسول در این قسمت از کلام خدا میفرماید همیشه شاد باشید پیوسته دعا کنید برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید زیرا این است خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید آمین اما دوستان در اینجا سوالی به وجود میاد و اون سوال اینه که ما چطور میتونیم از آمادگی روحانی کافی برخوردار باشیم ما چطور میتونیم اطمینان داشته باشیم که قادریم با هر مشکلی روبرو شده و اون را از میان برداریم در اینجا من برای کسب آمادگی روحانی سه تا پیشنهاد خدمت شما ارائه می کنم. اول اینکه برای داشتن آمادگی روحانی داشتن یک وقت مشخص برای مطالعه کلام خدا و تفکر درباره آن چیزی که از کلام خدا خوانده شده و دعای هر روزه می باشد. دوستان ذهن خودتون را نسبت به تعلیم کلام خدا باز کنید و اجازه بدید روح القدس افکار شما را کنترل کنه. دوم به تعالیمی که اساتید دلسوز و خداشناس برای کمک به شما ارائه میدن گوش فرادهید. و سوم اینکه قاطعانه تصمیم بگیرید که مشکلات را بر طبق تعلیم کلام خدا مورد بررسی قرار بدید حتی اگه انجام دادن راه حلی که کلام خدا به شما معرفی میکنه مشکل باشه عزیزان آمادگی روحانی پیشاپیش به شما کمک میکنه تا اراده خدا را بدونید به شما قدرت میده و تشویقتون میکنه که بهترین راه را انتخاب کنید و شما را از تصمیم گیری هایی که باعث بروز مصیبت و پشیمانی میشن برحذر میداره. دوستان آمادگی روحانی به شما کمک میکنه که از برخوردهای غلط و متداول در هنگام مشکلات دوری کنید. بسیاری از رفتارهای اشتباه ما در هنگام روبرویی با مشکلات به طور کلی در سه دسته قرار می گیرند. این سه دسته از مجموعه اکسالعمل های اشتباه ما یا در عصبانیت هستند یا در انزوا ما و یا در اتکاب تلاش انسانی برای حل مشکلاتمون اجازه بفرمایید تا این سه دسته را از نزدیک بررسی کنیم اول عصبانیت اولین عکس العمل بسیاری از مردم هنگامی که مورد توهین قرار می گیرند یا کار اشتباهی در موردشون صورت میگیره، اینه که با خشم و یا یک حالت تهاجمی اون را پاسخ میدند. این عکس العمل میتونه به صورتهای مختلفی باشه. عصبانیت میتونه نسبت به دیگر انسانها باشه، عصبانیت میتونه نسبت به خدا باشه یا عصبانیت میتونه نسبت به شرایط بدی که در اون هستیم باشه. متهم ساختن دیگران و یا تقصیر را گردن سایرین انداختن و انتقام جویی از دیگران یک عکس اشتباه دیگه است وقتی که ما صدمه ای میبینیم این خیلی طبیعیه که بخوایم به کسی که باعث ناراحتی ما شده لطمه ای بزنیم اما این اون طریقی نیست که مسیح به ما گفته که بدان عمل کنیم این یک اشتباه متداولیه که ما انسان ها متاسفانه زیاد انجام میدیم دوستان انتقام جویی نباید در یک مسیحی دیده بشه عیسی مسیح به روشنی عکس العمل صحیح یک مسیحی را به ما تعلیم داده برای مثال مسیح در انجیل متا فصل پنجم و آیات 38 و 39 و و فرماید گفته شده که اگر شخصی چشم کسی را کور کند باید چشم او را نیز کور کرد و اگر دندان کسی را بشکند باید دندانش را شکست اما من میگویم که اگر کسی به تو زور گوید با او مقاومت نکن حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن سیلی بزند آمین عزیزان عیسی مسیح باز در مورد عکس العمل صحیح یک مسیحی در مقابل خطای دیگران در آیات 43 و 45 در انجیل متا باب پنجم میفرماید شنیده اید که میگویند با دوستان خود دوست باش و با دشمنانت دشمن اما من میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند برای او دعای برکت کنید به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید و برای آنانی که به شما ناسزا میگویند و شما را آزار میدهند دعای خیر نمایید اگر چنین کنید فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود زیرا او آفتاب خود را بر همه میتاباند چه بر خوبان چه بر بدان باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان میباراند آمین بله دوستان در حقیقت زمانی که ما خشم خودمون را به خدا میسپاریم میتونیم به خدا اطمینان کنیم که از ما محافظت میکنه پولس رسول در رومیان باب دوازدهم آیه هم می فرماید برادران عزیز هرگز از کسی انتقام نگیرید انتقام خود را به خداوند واگذار کنید چون در کتاب آسمانی نوشته شده است که مجازات انسانها از آن اوست آمین عزیزان این آیه همینطور در کتاب تسنیه در عهد عتیق در باب 32 آیات 34 و 35 هم آمده اهمیت راجع به این که ما نباید از کسی انتقام بگیریم و اینکه مجازات انسانها از آن خداست دوستان عیسی مسیح نمونه کامل ما در همه چیزه وقتی دیگران باعث ناراحتی مسیح می شدند او به خودش اجازه نمیداد که از اونها رنجیده خاطر بشه و هیچ وقت از روی خشم عکس العملی نشون نداد زمانی که مسیح بر روی صلیب بود به سربازان رومی که او را کتک زده بودند بر روی او آب دهان انداخته بودند و او را بر روی صلیب میخکوب کرده بودند نگاه کرد و اینطور دعا کرد مسیح گفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند عزیزان این دعای عیسی مسیح را میتونیم در انجیل لوقا فصل 23 و آیه 34 مطالعه کنیم. دوستان اگه زمانی که مورد آزار و بدرفتاری دیگران قرار میگیرید، از اونها نرنجید و عکسالعملی از روی خشم نشون ندید اون وقت میتونید شادی واقعی حاصل از درک این واقعیت که با رفتار صحیح خود بر این آزمایش قالب و را تجربه کنید. این گونه رفتار صحیح باعث قوی تر شدن شما میشه تا بتونید در آینده بدون اینکه عصبانی بشید با موارد مشابه برخورد کنید. دوست عزیز من، لطفا توجه بفرما لازمه نرنجیدن از دیگران دعا و تمرینه. چه برکت بزرگی وقتی شما میتونید بگید خیلی خوشحالم که از روی عصبانیت عکس عملی نشون ندادم بالاتر از اون هم میتونید بگید من قادرم به کسی که سعی در ناراحت کردن من داره محبت کنم و اما چند کلام در ارتباط با عکس غلط دیگه ما در مقابل آزار دیگران و آن انزوا تلبی ماست بسیاری از افراد به محض به وجود آمدن مشکلی در سر راه زندگیشون انزوا طلبی را برمیگزینند. انزوا طلبی یا دوری نمودن از دیگران میتونه صورتهای مختلفی داشته باشه. مثلا انزوا طلبی فرد میتونه به صورت فرار او از مشکلش باشه. بعضی از افراد با پناه آوردن به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی در حقیقت سعی دارن از مشکل به وجود آمده در زندگی خودشون فرار کنند. بعضی از انسانهای دیگه با لذت طلبی، پرخوری، کار بیش از حد و یا حتی از طریق تعصبات مذهبی سعی در گریز از حقیقت دارند. دوستان انسان میتونه برای اینکه از رویارویی با حقیقت خودداری کنه پشت هر چیزی پنهان بشه انزوا طلبی گاهی اوقات به صورت انزوا طلبی فیزیکی می باشه این بدین معناست که انسان ها خودشون را به طور فیزیکی از دیگر انسان ها حتی افراد نزدیک خانواده خودشون نیز پنهان می کنند در اینجا به سومین عکس العمل غلط در مقابل مشکلات زندگی اشاره می کنم سومین عکس العمل غلط در روبرویی با مشکلات زندگی اینه که انسان تنها بر روی خرد و توانایی و تلاش انسانی خودش تکیه داشته باشه دوستان خداوند روح انسان را به گونه ای توانمند و امیدوار خلق فرموده که او را قادر می سازه به روش شگفتانگیزی بر بسیاری از مشکلات زندگی غلبه کنه. اگه هیچ تفکر مثبتی وجود نداشت دنیای غیر مسیحی قادر به ادامه حیات نبود اما فقط و فقط تکیه کردن به روح انسان به عنوان منبعی برای اداره و کنترل مشکلات زندگی مطمئنا یک روش مسیحی نیست به یاد داشته باشید که عنوان تعلیم ما حل مشکلات زندگی با استفاده از اصول مسیحی می باشه عزیزان هدف و تصمیم خدا برای ایمانداران به مسیح یعنی فرزندان خانواده الهی خودش اینه که اونها با قدرت مسیح قیام کرده با مشکلات زندگی روبرو رو بشند چرا؟ تا خدا از مشکلات آنها به عنوان فرصتی برای آشکار کردن فیض و قدرت خودش استفاده کنه در نتیجه این مسئله حائز اهمیته که اتکاء صرف به توانایی های خودمون در هنگام برخورد با مشکلات نمیتونه ما را رهایی بده بلکه ما نیاز مبرم به کمک خدا از طریق دعا داریم دوستان به یاد آوردن این موضوع بسیار مهمه که نباید سعی کنیم مشکلات را فقط با تلاش شخصی حل کنیم بلکه باید آنها را در دعا به نزد خدا بیاریم هیچ مشکلی اونقدر بیارزش نیست که نشه اون را نزد خداوند برد خدا خالق عظیمیه که از تمام خلقت خودش به خوبی نگهداری میکنه اما در عین حال او حتی مواظب کوچکترین مشکلات زندگی شما نیز هست و میخواد به شما کمک کنه. بنابراین مهمترین چیزی که در رابطه با حل مشکلات زندگی باید انجام بدید اتکاع کامل به خدا و اطاعت از کلام اوست. آمین خب عزیزان شنونده به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک شده ایم. دوستان با این امید که مطالعه تحت عنوان حل مشکلات با استفاده از اصول مسیحی موجب برکت شما بوده چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و یا احتیاج به دعا و یا مطالعه بیشتر در کلام خدا دارید محبت کنید با من تماس بگیرید تا راجب به سوالات به وجود آمده برای شما با هم مفصلا صحبت کنیم دوستان به یاد داشته باشید که خداوند شما را دوست داره و در تمام مشکلات و هر لحظه از زندگی با شماست. دوست عزیز من اعتماد، اتکال و ایمان خودت را به مسیح خداوند حفظ کن و بدان که او با آغوش باز در هر شرایطی شما را پذیراست. چنانچه موردی هست که مایلید راجع به اون دعا بشه لطفا با من تماس بگیرید تا راجع به اون مشکل خاص شما با هم دعا کنیم. باز هم از شما سپاس گذارم که تا این لحظه با من بودید و همینطور از خداوند بزرگ سپاس گذاری می کنم که این فرصت را مهیا نمود تا کلام او را با هم مطالعه کنیم. دوستان عزیز تا هفته آینده فیض و آرامش مسیح با شما باشد.